خب دوستان، ما تا به حال در گفتارهای خودمون از دو دوره صحبت کردیم. یکی از تاجگذاری فتحعلی شاه تا مرگ مظفرالدین شاه قاجار که در طی این دوران حوادثی پیش آمد که هم تاثیرگذار و هم شکل دهنده به پست و بلند دوران دومی بودند که با مرگ مظفرالدین شاه آغاز شد و تا سال 57 ادامه یافت و رسم بر اینه که به اون میگن دوران مشروطه، یعنی اون دورانی که قصد ما مطالعه اونه. اما توجه کنید که یه خورده حتی عقب‌ترم اگر بریم میبینیم که ایران در مثلا عهد شاه عباس صفوی هنوز خیلی کم از کشورهای اروپایی نداشت، اما به تدریج با تسلط آخوندهای شیعه بر دربار صفوی، در این حال که خودشون حقوق بگیر دربار بودند، اما به مرور زمان توانسته بودند که مثلا شاه سلطان حسین صفوی رو تبدیل به ملا حسین صفوی کنند، اینها هر روز بیشتر از روز پیش دولتش صفوی ضعیفتر میشد و ایران از قافله تمدن بشری عقب افتاده تر شده بود، تا اینکه بالاخره افغانها آمدند که البته افغانها جزوی از ایران اون زمان بودند و شوریدند و سلسله صفوی به راه انقراض افتاد. بعد هم خب اگرچه ما یه دوره نادرشاه افشار رو داریم که ایران قد راست میکنه، اما نه در راستای توسعه بلکه در راه غلبه نظامی هندوستان رو هم شکست میده، اما مجموعاً و در همه حال دیگه ایران میفته تو سرازیری، شیرازه کشور تقریبا از هم گسسته میشه و با استقرار سلسله قاجار هم چیزی بر مقایسه اگر بخواه بکنیم هوانوردی ایرانیا با اروپاییان افزوده نمیشه، به طور که پیشه به زرس قاطع گفتش که از اواسط عهد صفوی تا انقلاب مشروطه ایران یک دوران قرون وسطا رو طی میکنه، قرونی که در اون ایران به خواب میره، جهان پیش میره و تنها یک نهیب بزرگیه که میتونه این ایران رو دو مرتبه از خواب بیدار بکنه و به قول ناظم الاسلام کرمانی دوران بیداری ایرانیان آغاز بشه. در مطالعه روند این بیداریه که میبینیم تکانی که موجب بیدار شدن ایران میشه در دو تا سلسله جنگ ایران روس پیش میاد که در طی آن ایران شکست میخوره، تن به امضای دو تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای میده و به هر حال عباس میرزا و بقیه رجال ایران و در این حال متفکران و نویسندگان ایرانی در میابند که کشور به کلی از قافله تمدن بشری دور افتاده و تبدیل به یک کشور زبون و سخت عقب افتاده شده و همین کسانی که ملتفت این عقب افتادگی بودند که یک نیروی جدید رو در ایران به وجود آوردن که قبلا هم ذکرشون کردم و در واقع قشر منور الفکر خوانده می شدن. اما این قشر یا نیروی جدیدی که پا به صحنه سیاست ایران می گذاشت صحنه ای رو میدید که بازیکنان اصلیش از یک طرف شاه و درباریان سنتی بودند و از طرف دیگه هم قشر آخوند که در این دوره دیگه خودش رو میگفت من آیت الله هستم، یعنی آیت خدا هستم و در بین خودشون هم سلسله مراتب به وجود آورده بودند و به خصوص با برقراری سیستم اجتهاد و تقلید از قلاده سگ میاد مردم رو اسیر
تاریک اندیشی خودشون کرده بودن. در مورد نیروهای موسوم به منور و فکر ما میتونیم به سه تا نیرو اشاره بکنیم که اینها همه بعداً در دوره بعدی در دوره مشروطیت نقش بازی میکنن. دسته اول در واقع اصلاحاتچی ها و مدیران اجرایی مملکت بودند که مثلا رفتن دنبال آوردن ماشین چاپ، انتشار روزنامه، اعزام اشخاص به فرنگ و برپا داشتن دارالفنون که همون پلی‌تکنیک باشه و ایجاد قشون و غیره. از میون اونها میشه مثلا به میرزا طی‌خان امیرکبیر اشاره کرد که البته عمرش کفاف نداد که دوران مشروطه رو ببینه، ولی یکی از کسانی بود که زیربنای مشروطه رو به وجود آورد. هدفش هم اصلاح و نوسازی ایران بود، مبارزه با فساد بود، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی بود و اطلاع فرهنگ و سطح سواد مردم و در این حال مبارزه با اجانب و استعمارگران و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران. در این حال از لحاظ نگاهش به اون نیروی دیگه یعنی نیروی مذهبی هم میشه مثلا به یاد بیاریم که هنوز 9 ماهی از صدارتش نگذشته بود، کنسول انگلیس در گزارش خود پیرامون ملاقاتی که با امیر کبیر داشت نوشته امیر مصمم است که جلوی نفوذ روحانیان را بگیرد، گرچه میداند کاریست بس دشوار و پرخطر، ولی متذکر میشه که دولت عثمانی وقتی در راه تجدید نیروی خود توفیق یافت که نفوذ علما را در هم شکست و او هم همین کار را خواهد کرد و یا سرش را در این راه برباد خواهد داد. یا حتی وقتی که بین امیر و امام جمعه تهران اختلاف میفته و سفیر انگلیس پا در میونی میکنه، امیر بهش میگه یا باید در برابر ادعاها و دخالتهای امام جمعه ایستادگی کنم یا دست از سیاست و زمامداری بکشم. متاسفانه این خاص علمای پایتخت هم نیست، در سرتاسر ایران ملایان کم و بیش در پی قدرت هستند و میخواهند در امور سیاسی و دنیوی دخل و تصرف بکنند. البته میدونیم که عمر صدارت امیرکبیر 3 سال بیشتر نبود و سرانجام امیرکبیر عزل میشه، به کاشان تبدیل میشه و اونگاه هم تمام عناصر داخلی و خارجی که در زمان صدارتش ضربه دیده بودند و در کمین نشسته بودن دست به دست هم میدن و حکم قتل او رو از شاه بیکفایت میگیرن. ولی به هر حال امیرکبیر به عنوان یک مدیر اجتماعی و اجرایی نوآور یادگارش میمونه و دیگران هم از او تقلید خواهند کرد. در جبهه مذهبی ها هم ما با یک جریان نواندیشی و نوآوری روبرو میشیم که کارشون به ایجاد فرقه هایی مثل بابیه و بهائیه و ازلیه و اینها میکشه. مثلا در مورد خود باب نقل شده که او پند و اندرز زیادی به شاهان میداد و در جهت رفع ظلم و بی عدالتی کوشش میکرد و همین حرفا. اما اصل قضیهش این بودش که نگاهش به علمای شیعه بوده و چون مثل اونها حکومت رو قاصد نمیدونست و خودش رو هم نایب امام معرفی میکرد، خود به خود با روحانیت اختلاف داشت و عرض کنم که در این حال اونایی هم که تو دربار دنبال این بودن که یه جوری قدرت عرض کنم که روحانیت رو تضعیف بکنند، خب استقبال میکردن از حرفای باب در مورد اینکه علما حق اجتهاد، حق تکفیر
حق فتوای قتل دادن، نماز دست جمعی و اینا خوندن و فلان این حرفا رو میگفت و اینها رو میدیدن. خب این به نفعشونه. و عرض کنم که اما خب اینها هم زورشون نرسید و دیدیم که چگونه عرض کنم که باب رو گرفتند و کشتند و غیره. اما دسته سوم از کسانی که هم میخواستن نفوذ شاه رو کم بکنن، هم با روحانیت در میافتند، در واقع نویسندگان و روشنفکرانی بودن. من از میان اونها مثلا میتونم به میرزا فتحعلی خان آخونزاده اشاره بکنم که با روشنفکرهای هم عصر خودش مثل میرزا یوسف خان مستشار الدوله یا میرزا ملکم خان ناظم الدوله و یا شاهزاده جلال الدین میرزای قاجار مکاتبه میکرد و بر اونها تأثیر میگذاشت و یک کتابی هم نوشته بود به نام مکتوبات که نسخه خطیش رو برای اونها و دیگرانش میفرستاد. آخونزاده خودش در مورد تصمیم به نگارش مکتوبات نوشته که بعد از چندی به خیال اینکه سد راه الفباء جدید و سد راه سیویلیزاسیون در ملت اسلام، دین اسلام و فناتیزم آن است، برای هدم اساس این دین و رفع فناتیزم و برای بیدار کردن طوایف اسلام از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجود پروتستانتیزم بر اسلام به تصنیف مکتوبات شروع کردم. به این ترتیب بودش که رجال منور الفکر با در دست داشتن این چارچوب‌های نظری تونستند که امضای مظفرالدین شاه را در بستر مرگش از رو بگیرند و فرمان مشروطیت اینگونه صادر بشه و ما وارد دوران مشروطه بشیم که اگر عمری بود در برنامه‌های آینده بون خواهیم پرداخت. خب دوستان، در واقع این آخرین برنامه ما قبل ورود به دوران مشروط است. سعی کردیم که یه چارچوب نظری داشته باشیم در این برنامه هم که بازیکنان دوران مشروطه رو شرح دادیم که سه تا جبهه مختلف روبروی هم هستن، دربار و عرض کنم که درباریانی که مشتاق هستن که تغییرات و نوسازی های صورت بگیره، بعد در جمع روحانیت هم مسائل بابیه و عرض کنم که باهائیه مطرح شده و در این حال نویسندگانی مثل آخونزاده و کرمانی و اینها هم که دارن مبانی فکری رو میگن. بنابراین ما آماده هستیم که حالا خود داستان مشروطه رو شروع کنیم، چگونه بعد از اینکه مظفرالدین شاه امضا کرد فرمان مشروطه رو، چه وقایعی رخ داد و بالاخره دوران مشروطه چگونه آغاز شد و چگونه رفت به طرف پایانش در سال 57. خواهش میکنم که آقای فرشید آقازاده صحبتشون رو آغاز کنن. خیلی ممنون. من ویدیو رو که دیدم سوالاتی به نظرم رسید که البته به این نظرم رو که عرض میکنم به شکل یک سوال هست. در ویدیو در که یک مقدار تاریخ روشنفکری ایران هم بود، چون در یک دوران تغییراتی که اتفاق افتاده گرایش روشنفکری جامعه هم مطرح شد و من اینو به شکل سوال البته میخواستم مطرح کنم راجع به گرایش روشنفکری در ایران به شکلی که شکل گرفته. البته اگر درست باشه و اگر شاید هم اینطور نیست، در ایران گرایش روشنفکری از دوران قاجار که شروع میشه، در درجه اول اون موقع روشنفکران از اشراف از طبقه حاکم بودن
و به اصطلاح روشن فکر رسمی بودن، یعنی روشن فکری که هویتش به رسمیت شناخته میشه توسط حکومت، و اینها خیلی هاشون گرایش تپ و منتقد مذهب داشتن، مثل همین که فرمودین آقای آخوندزاده، طالبوف، میرزاخان کرمانی و آخوندزاده، و اینها در واقع تا یه اندازه زیادی اون شاید ریشه اصلی تمایل جامعه به طرف تغییرات و مدرنیسم رو ایجاد کردن. به نظر من میاد که در دوران بعد از اینها نسل های بعدی روشنفکران، اینها دیگه روشنفکر رسمی نبودند و از گرایشی که داشتن گرایش مورد تایید حکومت نبوده، و حالا میخوام حتی اینو به این شکل بگم که شاید اینها دیگه اون نماینده اون گرایش اشرافی جامعه نبودند، و شاید بشه اینطوری گفت که اون قسمت گرایش های سیاسی که خب توسط اقشار عادی که در قدرت نیستن شکل میگیره، خب یک مقدار جنبه سوداگری هم درش هست، و حتما میدونید که این گرایش روشنفکری چپ ایرانی بیشتر از اون چیزی که تبلیغ یک نظام سوسیالیستی از جنس فرض کنید شوروی سابق رو بکنه تا اون موقع، بیشتر گرایش لیبرال داشته تا اون موقع. به نظر من میاد که از دورانی که حزب توده میاد وارد صحنه میشه، از اون لحظه گرایش روشنفکری ایران تغییر میکنه، و دیگه اینطور نبوده که گرایش روشنفکری ایران یک گرایش چپ لیبرال و منتقد مذهب باشه، به یه شکل دیگه میشه، و این شاید در واقع این یک مطلبیه که یه مقدار زیادی تاثیر مثبت اون نسلهای روشنفکری جامعه ایران که بعد از قاجار شکل گرفته رو یک تاثیر منفی یا تاثیر ضعیفی کرده. من اینطور در واقع به نظرم میاد که این رو میخواستم که بپرسم که این مشاهده من درست هست یا خیر. بعد هم در مورد آخوندها و مذهب در قدرت و اینها صحبت شد که من هم یه مطلب دیگه هم به نظرم میرسه، این رو هم به عنوان سوال میخواستم مطرح کنم. قبل از دوران صفوی انگار اولین باری که یک گرایش شیعه در ایران اهمیت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه و مورد تایید حکومت قرار میگیره در دوران مغول هست، یعنی اگر من درست فهمیده باشم قبل از صفویه در دوران مغول هم مغول ها به این آخوندهای شیعه تمایل پیدا کردن و به اونها قدرت دادن، و حالا با توجه به اینکه یک مقدار راجبه این مسیر پیشرفت در تاریخ جامعه ایران هم گاهی جزء بحث ما هست، به نظر من میاد این یه قسمت خیلی مهمی بوده، یعنی اینکه همه مناطقی که اینها دوران قدرت مغول رو پشت سر گذاشتن انگار از بقیه جهان عقب افتادن. فرض کنید که این منطقه خاورمیانه و آسیا، حتی روسیه، روسیه هم شاید یکی از دلایل اینه که از بقیه کشورهای اروپا عقب افتاده بوده در اون دوران جنگ ها، شاید این بوده که روسیه هم یک دوران قدرت و حکومت مغول ها پشت سر گذاشته شده و هر جا که مغول ها رفتن یه ضربه ای به اون جامعه وارد کردن که تا قرن ها بعد از اون در جامعه اثر داشته. به نظر من اینجوری میاد که البته این دوتا نکته ای که عرض کردم در واقع به شکل سوال بود که آیا این درست هست یا خیر. ممنون از من تمام. والا مطالبی که شما گفتین خیلی زیاد بود و ارتباط مستقیمی هم با بحث امروز ما نداشت. اولا کلمه روشن فکر رو به کار بردن، به نظر من out of
کانتکست، یعنی بیرون از اون. اون موقع بهشون میگفتن منور الفکر، بعدا ترجمهش کردن به روشن فکر. اون موقع اون ادهی که خلاف مذهبی ها عمل میکردن و دنبال نوسازی مملکت بودن رو بهشون میگفتن که منور الفکر هستن. در این حال که منور الفکران دوران مشروطه هیچ کدومشون اشرافیه نبودن. مثلا میرزا خان کرمانی چه اشرافیتی داشت؟ مگر خود قاجارها نبودن که کشتنش به خاطر مطالبی که مینوشت، یا آخونزاده که اصلا طرف دربار نبود. بنابراین من به این دلیل گفتم که بازیکنان نمایش مشروطه پس از امضای فرمان مشروطه کیا هستن، خود منور الفکرها رو به سه دسته تقسیم کردم. البته که در دربار قاجاریه بسیاری از شخصیت ها بودند که متوجه شدن مملکت اینطوری نمیتونه بگرده. میگم از قائم مقام بگیریم، عباس میرزا بگیریم، خود امیر کبیر بگیریم و بیایم جلو، اینها جزو اشرافیتی بودند که متوجه شدن، اما اشرافیتی نبودند که دنبال این برن که مثلا ماشین چاپ وارد میکردن یا دانشجو میفرستادن. دنبال این نبودند که مستقیما بزنن مثلا به غرب سنت و مذهب و اینها. در مورد قدرت گرفتن روحانیت هم، اگر که ما بخوایم تاریخ روحانیت شیعه در ایران رو مطالعه بکنیم، خب ما مجبوریم به قول شما برگردیم به دوران مغول. ما به اون تیکه کار داریم که مظفرالدین شاه داره امضا میکنه و دیده ایم که چگونه بعد از انحلال صفویه این آخوندهای شیعه چه قدرتی پیدا کردن که خود پادشاه رو هم به چالش میگیرن. بنابراین مسئله این که تاریخ آخوندها در دوران تاریخی ما، یعنی مثلا بگیریم از سلسله عباسیون تا دوران قاجاریه چه بوده، اون یه مسئله مقوله دیگریه. در مورد دوران مغول‌ها سعی کردند آخوندهای شیعه که قاطی دربار بشن، قدرتی بگیرن، حتی کار به اونجا کشید که همین این عرض کنم که گنبد سلطانیه در زنجان رو اولجایتو داد ساختند برای اینکه تمام امامای شیعه رو نبش قبر رو کنند و پیکرشون رو بردارن بیارن ببره اونجا. ولی یه جایی منصرف شد از این کار و این کار انجام نشد و اون برگشت به مسئله سنت. به هر حال آخوندهای شیعه بعد از نادرشاه افشار هستش که میرن دنبال اینی که ارتباط خودشون رو با دربار قطع کنند و استقلال مالی و موقعیت اجتماعی پیدا کنند که در برنامه گذشته من توضیح دادم. تمام حرف من اینه، الانی که داره فرمان مشروطه امضا میشه، صاحبان قدرت کیا هستن؟ یه دستشون درباریانی هستن که اونها هستن که در واقع موجب میشن که شاه فرمان مشروطه رو امضا بکنه. یه دستشون نوآورانی هستن که در حوزه مذهبی دارن کار میکنن. یه دستشون هم نویسندگان و متفکرینی مثل آخونزاده و عرض کنم طالبوف و میرزا آخان هستن. ما در برنامه های آینده در واقع باید ببینیم که فکر کنیم یه تئاتری وجود داره و این کاراکترها، بدون که اسم شخصی رو بخوام بیاریم بگیم فلان کس، همه این اقشار سگانه‌ای که وجود دارن در برابر قشر روحانیت موضع گرفتن و وارد یک نوع جدال شدن. من فکر میکنم که اگر که شما تمایل داشته باشید که راجع به مقام روحانیت در ایران، چگونه سازمان روحانیت شیعه اثناعشری شکل گرفت، من خودم دو تا کتاب در این مورد نوشتم که میتونید بهش مراجعه بفرمایید و اجازه بدید که ما فقط راجع به این تیکه در
در واقع آغاز پایان قرن عرض کنم که 13 و آغاز قرن 14 بحث میکنیم. آقای حسین سایی بفرمایید. ممنون آقای دکتر، بحثتون انقدر شیرینه، فقط آدم دوست داره بشینه گوش بده، انقدر که اطلاعات قشنگ و با یه ریتم قشنگی از این تاریخ صحبت میکنی. من نکته ای که واقعیتش میخواستم مطرح کنم این هست که دستبندی که شما فرمودین، خب اغلب در بخش تحصیل کرده یا افرادی هستن که دارای تحصیلات هستن. حالا یک سوال این هست که این افرادی که مثلا تحصیلاتشون بالا هست یا به نوعی منور الفکر شدند، این از کی و کجا و چجوری اینا آیا مثلا سفرهای اروپایی داشتن برای تحصیلات یا در داخل ایران رشد پیدا کردن به این سطح از آگاهی رسیدن؟ و سوال بعدی این هست که خب در تمام این سه دسته که تعریف کردین عملا در سطح الیت بالای جامعه هستن و من عملا نقش مردم رو گم کردم تو این بحث. آیا واقعا مردم عادی کوچه بازار هم نقشی داشتن در رسیدن به اینکه فرمان مشروطه رو فتحعلی‌شاه امضا کرد، یا اگر نقش داشتن به چه شکل بوده؟ چون صحبت زیادی نمیشه از اینکه مردم کوچه و بازار چه کردن برای رسیدن به این به قولی هدف، یا اصلا آیا واقعا اصلا در تخیلشون بوده که همچین اقدامی صورت بگیره به نفعشون هست یا نه؟ چون که تا اینجا که من میدونم و حالا توی مسائل اجتماعی که تا حالا اتفاق افتاده دیدیم که مردم خیلی تحت تأثیر روحانیت بودن و اون بحث شیعه و الزامن و مطمئنن مخالفت با روحانیت شیعه مطمئنن خیلی هزینه بر بوده و این منورالفکرها به هر کار خیلی بزرگی انجام دادن. ولی میگم باز این حلقه مردم، من میخواستم ببینم توی این انقلاب مشروطه کجا قرار میگیره، تو کدوم وزنه بودن، مخالف سیستم حرکت بودن یا موافق بودن. ممنونم. عرض کنم که خب این یکی از مسائل مهم مربوط به مشروطیت که آیا این یک انقلاب بوده واقعا به معنی که مردم آمدن تو خیابون ها و تظاهرات کردن و غیره، یا اینکه نه این یک درست چی میگن اصلاح طلبی داخلی کودتا. آقای دکتر جانم از بکنم شاید هم کودتای مشروطه بود نوعی. نه، مسئله این هستش که در دوران اواخر یعنی بعد از ترور ناصرالدین شاه دیگه فشار اشرافیت ایران یا حتی میگه بوروکراسی ایران طوری بوده که آقا اگر مملکت رو ما دموکراتیزه نکنیم به خیال خودشون یا عدالت خانه نداشته باشیم، از کنم کار بیخ پیدا میکنه. در نتیجه من خودم به شخصه، حالا ممکنه که دیگران نظر دیگه ای داشته باشن، ولی من فکر میکنم انقلاب مشروطه مدل یک انقلاب مردمی باشه که مردم دنبال رهبران خودشون رفتند، به خصوص در فاز دوم مشروطیت که بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد، وقتی که مثلا ستارخان و باقرخان و اینا را میفتن در نقاط مختلف ایران و میان و پایتخت رو عرض کنم که تصرف میکنن، مردم خیلی بیشتر این وارد میشن. ولی مردم عادی ایران در سطح سواد و اطلاعات و اینهایی که نبودن که متقاضی این نوع نوآوری هایی باشند که اشراف دربار قاجاریه و روشن فکر منور الفکر ها میخواستن انجام بدن. ولی میگم من فکر نمی کنم که واقعا، حالا مثلا کتابایی که راجع به انقلاب مشروطه نوشته شده از کسرویش که
بگیرید که وقایع رو به دقت نیه یا تاریخ بیداری ایرانیان رو بگیرید، یا برسیم به مثلا مشروطه ایرانی دکتر آجودانی. شما در اونجا میبینید که مردم در صحنه هستند، مردم اقدام میکنن. به هر حال این یه واقعه خیلی مهمیه که مثلا شیخ فضل الله نوری رو که بزرگترین آخوند شیعه پایتخت بوده، اونایی که میان پایتخت رو تصرف میکنن دارش میزنن. خب این نشانه اینه که یه مردم بودند که موافق این قضیه بودند. ولی مجموعاً فکر مشروطه و گرفتن فرمان مشروطه و نوشتن قانون اساسی مشروطه بیشتر در حوزه منورالفکرها اتفاق افتاد تا مردم عادی. خانم قیاسوند بفرمایید. سپاسگزارم آقای دکتر. در مورد این تقسیم بندی در مورد قشر منورالفکر، به ویژه در مورد گروه اول که شما ازشون به عنوان اصلاحاتچی ها، اگر اشتباه نکنم اصلاحاتچی های اجرایی و مدیریتی نام بردید، و گروه سوم که روشنفکران و نویسندگان بودن، من فکر میکنم که شما به نوعی به دو قلمروی مادی و معنوی، یا میشه گفت اجرایی و نظری، اشاره کردید. و برداشت من اینه که تفاوت این دوتا گروه همون تفاوت در مدرنیزاسیون و مدرنیته است، به این معنی که مدرنیزه کردن یک جامعه به ساختار مادی اون بستگی داره، در حالی که مدرنیته بیشتر در راستای تغییر نوع دید یا فرهنگ جامعه عمل میکنه. و خب میدونیم که یک جامعه ممکنه مدرنیزه بشه بدون اینکه اصلا بوی از مدرنیته برده باشه. مثلا الان میبینیم که کشورهایی که دارای درآمد نفت هستن به سرعت خودشون رو مدرنیزه میکنن، در حالی که نمیتونن به همون سرعت انسان مدرن پدید بیارن. منظورم اینه که گروه اول از منورالفکرهایی که شما ازشون نام بردید به دنبال مدرنیزه کردن ایران بودن، در حالی که گروه سوم در تلاش بودن که ذهنیت ایران، انسان ایرانی رو مدرن کنن. آیا این برداشت من درسته؟ سپاسگزارم. بله حتما درسته، و تا به امروز هم این قضیه تفکیک این دوتا مسئله وجود داره. یعنی شما میبینید که مثلا همین حکومت اسلامی فعلی در مدرنیزه کردن ایران خیلی تلاش ها کرده. همین که مثلا الان ایران دارای شبکه تلویزیونی، نه 20 تا تلویزیون ما داریم، نمیدونم اینترنت کار میکنه، تلفن دستی کار میکنه، همه نمودهای زندگی مدرن اونجا هم هست. اما آدم مدرن آیا این حکومت سعی کرده به وجود بیاره، یا اینکه اتفاقا سعی کرده که عقب مونده نگهش داره و به عقب بکشتش، مسئله هست که تمام مشکل امروز ما رو انجام میده. توی دوران آغازین مشروطیت هم همینطوره. یعنی شما نمیبینید که مثلا امیر کبیر واقعا بخواد مدرنیته رو بفهمه و بخواد در ایران پیاده بکنه. همش نگاهش به مظاهر زندگی مدرن غربیه و اونها رو میاره. حتی میشه گفتش که در دوران مثلا رضا شاه هم تا حدود این مسئله مطرح بوده. یعنی میگفتن آقا از فردا همه باید لباساشون عوض شه، نمیدونم کلاه پهلوی هم سرشون بذاره. ولی رو سر حسن علی جعفر دهاتی کلاه پهلوی گذاشتن اون رو مدرن نمیکنه. بنابراین ممکنه که در ظاهر قضیه یه آدم مدرنی به وجود بیاد در جامعه ما، ولی اینکه این آدم در ذهنیت خودش هم مدرن باشه یه امریه که به نظر من ما درش شکست خوردیم. تازه الان هستش که ما یواش یواش بعد از کنار گذاشتن دوران اولیه انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق و این حرفا، نسلی که در دوران انقلاب مشروطه
به دنیا آمده، تحصیل کرده، بزرگ شده، وارد زندگی اجتماعی شده، بیشتر از همه متوجه این میشه که لازمه زندگی مدرن داشتن اندیشه مدرن داشتنه. اون چیزی که بهش میگیم مدرنیته، یا به قول داریوش آشوری مدرنیت. میگه من کلمه ای جز این ندارم که در مقابل مدرنیته بذارم. درست میفرمایید، شما همه این کشورهای نفتخیز رو نگاه که بکنید، اینا همش دنبال مدرنیزاسیون جامعهشون رفتن، اما کوشش های مربوط به اینکه نگاه جدید، تفکر جدید، تفکر مدرن، تفکر علمی هم در اون جامعه تسری داده بشه، گسترش داده بشه، نمونه های خیلی اندکی داریم. بنابراین من این تفکیکی که شما میگید رو 100% میپذیرم. خانم سارا فرزانم یک زدن، بفرمایید. البته من این صحبت رو که میکنم ممکنه از دیگه زمان برنامه هم خارج شده باشیم. نه زمان داریم. خیلی کوتاه هم هست. در رابطه با بازیگران عصر مشروطه مطالب زیادی در واقع وجود داره و من جسته گریخته مطالعه‌ای که داشتم میتونم خیلی با یک جمع‌بندی بگم. از اونجایی که دوره قاجار ما یک حکومت ضعیف داشتیم و مردم ضعیف هم داشتیم، بنابراین تضاد منافع خیلی زیاد بود و این تضاد منافع خودش زمینه ای شد که گروه های مختلفی نقش بازی کردن تو این دوران، از جمله هم عامه مردم، هم روحانیت، تجار و بازاریان، خود حکومت و دربار، روشنفکرها و انجمنهایی که به صورت پنهانی شکل گرفته بودن و یا گروه های فشاری که میتونستن رسمی و غیر رسمی تأثیر بذارن، شاید از بازیگرهای اصلی این عرصه بودن. حتی خود جریاناتی که در خارج از ایران در واقع اتفاق می افتاد بر روی این تحولات روشنفکرای ما تأثیر داشت، از جمله مثلا میشه گفت تحولاتی که در روشنفکران اروپایی اتفاق می افتاد یا اون آنارشیستی که در مثلا روسیه وجود داشت، اینا همه داشت کار می کرد در داخل ایران و یک نمیتونم بگم یه وضعیت خیلی شفاف و دقیقی که بشه گفت گروه خاصی خیلی فعال تر بود نبود. همه در این تضاد منافع داشتن تلاش میکردن که در واقع اون رو به دست بیارن. شاید گروه های روحانیون و روشنفکرها تقابل بیشتری نسبت به همدیگه در این دوران داشتن و یه مقدار کنش و واکنش های بیشتری از خودشون نشون میدادن، اما اونچه که مهمه اینه که همه طیف ها داشتن این نقش رو ایفا میکردن. میگم بازاریان و تجار که همیشه پررنگ بوده نقششون، روشنفکران و روحانیون شاید بیشتر کار میکرده و بحث اقتصاد مخصوصا در اون دوران میتونه نقش مهمی داشته باشه در شرکت این بازیگران در دوران مشروط. مرسی. بله شما کاملا درست میفرمایید، فقط مسئله برای من اینه که من مشروطیت رو یک نوع برخورد گفتمانی میدونم. حالا در
باشد اون طرفی چربید. البته نباید فراموش کرد که قوانین مدرنی که اومدهش ایجاد عدالتخانه یا موارد دیگری که در مشروطه هستش اونا رو هم فراموش کردش. اما به نظر من عدم آگاهی مردم در قشرهای مختلفی که دوستان فرمودن، قشرهای بازار یا قسمتهای دیگه و عموم مردم، به دلیل عدم آگاهی و به نوعی مذهبی بودن و اعتقادات مذهبی که داشتن، باز هم به اون طرف سوق پیدا کردش و به این دلیل استش من فکر میکنم که امروزه ما نتونستیم از مشروطه به سکولار دموکراسی برسیم. اما الان شرایط و آگاهی مردم اونقدر هستش که اون آرزوی از قدیم مونده به تحقق برسه. خیلی ممنونم.